با سلام و درود فراوان به شما همراهان همیشگی برنامه رنگ زندگی، امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید و از هر طریقی که این برنامه رو میبینید همواره شاد و سلامت باشید. با یه ویژه برنامه دیگه مهمون خونه های گرم شما عزیزان هستیم. همونطور که بهتون قول داده بودیم امروز دکتر امینرضا چلبیانلو، جراح و دندانپزشک و ایمپلنتولوژیست و همچنین مسترشیپ و فلوشیپ جراحی پیشرفته ایمپلنت از آمریکا و عضو رسمی انجمن بین‌المللی ایمپلنتولوژی از آمریکا و عضو انجمن جراحان دندانپزشک از اروپا رو همراه خودمون داریم. قبل از اینکه بریم مصاحبهمون رو با دکتر امینرضا چلبیانلو شروع کنیم، یه سر با تا فرمان می‌زنیم و برمیگردیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر امینرضا چلبیانلو، درود بر شما، مرسی که امروز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و با ما همراه هستید. با سلام و عرض ادب و احترام فراوان خدمت شما و بینندگان محترمتون و همچنین هموطنان عزیزم در خارج از کشور، بعد در خدمت شما هستم. از اونجا که سوالات روز دندان پزشکی بسیار زیاده و من سعی کنم اونها رو طبقه بندی کنم و چون در زمینه ایمپلنت سوال زیاد هست، در زمینه جراحی دندانهای عقل و همچنین زیبایی دندان سوالات متعددی وجود داره، ولی من سعی میکنم امروز رو بیشتر اختصاص بدم به ایمپلنت. اولین سوالی که میخوام ازتون بپرسم میشه یک توضیحی در رابطه با ایمپلنت بدین و اینکه چه کسانی کاندید ایمپلنت هستن؟ ببینید، اگر بخوایم درباره ایمپلنت صحبت بکنیم و اصلا تعریف ایمپلنت رو بکنیم، باید از اینجا شروع بکنیم که از هزاران سال پیش بشر دنبال پیدا کردن راه و روشی بوده برای جایگزینی دندان‌های از دست رفته، تا اینکه نهایتاً آقای دکتر برین مارک سوئدی توانست ایمپلنتی از جنس تیتانیوم رو به بازار عرضه کنه، به درمان عرضه کنه. در زمان ساده‌تر اگر بخوایم صحبت کنیم، ایمپلنت یک قطعه از فلز تیتانیوم هست یا آلیاژهای تیتانیوم، چون تیتانیوم یک فلز بایوکامپتیبل هست، یعنی با بدن ما سازگاری داره و بدن ما این فلز رو میپذیره. این پلنت از این جنس هست و در داخل پک قرار داده میشه و بعد از گذر زمانی معین و بعد از انجام پدیده آسو اینتگریشن یا اتصال مستقیم استخوان و این پلنت وارد مرحله پروتزی و بازسازی تاج دندان روی آن این پلنتی که در پک قرار داده شده است صورت میگیره. این به قول معروف حرف اول و برای تعریف اول ایمپلنت هست. درسته. اینکه چه افرادی کاندید ایمپلنت هستن، ببینید همونجوری خدمتتون عرض کردم، بیمارانی که دندانهای خود رو از دست میدند کاندید ایمپلنت هستن. درسته. اما صرفا از دست دادن دندان نمیشه به معنی این تلقی بشه که حتما اون فرد میتونه ایمپلنت بگذاره. قبل از اینکه اون فرد بتونه جراحی ایمپلنت رو بپذیره و جراحی ایمپلنت روش انجام بگیره، حتما باید قبل از این انجام این جراحی، جراح دندان پزشک، متخصصین، بیمار مورد نظر رو از لحاظ بیماری های زمینه‌ای مورد مطالعه و بررسی قرار بدن. برای مثال افرادی که دندان خود را از دست دادن و دیابت هم دارن اما دیابتشون کنترل نشده هست، قبل از انجام جراحی این بیماران توسط پزشکان متخصص قدرت و پزشکان خودشون باید دیابتشون کنترل بشه و بعد از انجام آزمایش HbA1c که در رنج نرمال به رنج نرمال در اومد، این بیماران میتونن که جراحی ایمپلنت رو بپذیرن و جراحی ایمپلنت رو این بیماران انجام میگیره. درسته. یعنی این شرایط خاصی وجود داره غیر از این که، یعنی اگر بخوام یه ایمپلنت موفق داشته باشیم، شرط اول اینه که بیمار از نظر جسمی سالم باشه.
بله ببینید، اینکه بیمار از نظر جسمی سالم باشه خب طبیعتا بله، ولی خدمتتون عرض کردم این نیستش که اگر فرد یک بیماری داره پس حتما نمیتونه این پلن بگذاره. بیماری های بسیار متعددی هستن که حتما باید با پزشک جراح قبل از شروع جراحی در میون گذاشته بشن، حتما دندان پزشک بررسی خواهد کرد. من دیابت رو مثال زدم به خاطر اینکه خب یه بیماری هستش که شاید خیلی ها باش درگیر باشن و خیلی ها به خاطر این بیماری حتی دندونهای خودشون رو از دست داده باشن. در کل اوورالی اگر بخوایم صحبت بکنیم، این بیماران باید حتما قبل از اینکه جراحی امپلنت انجام بگیره باید شرایط زمینه ایش رو مطالعه بررسی و بعد وارد جراحی بدن بشن. آقای دکتر چلبیانلو، میشه در رابطه با مزایای ایمپلنت توضیح بدید؟ واقعیتش خیلی سوال خوبی پرسیدید، سوالی که ما در کلینیک های دندان پزشکی و در مطب های دندان پزشکی باهاش روبرو هستیم و بیماران ما میگن اصلا چرا ایمپلنت بزنیم؟ خب بریم یه درمان دیگه ای. واقعیت هم این هستش که من پاسخ به این سوال، من فکر میکنم که چند تا کیس رو با هم دیگه بررسی کنیم و استپ با استپ پیش بریم، فکر میکنم خیلی قابل فهمتر و قابل درکتر باشه برای دوستان و بیماران و بینندگان عزیز. ببینید، شما یک فردی رو در نظر بگیرید که یک دندان خود رو از دست داده و دندانهای مجاور رو در دهان داره. درسته؟ خب، برای اینکه این فرد صاحب دندان بشه در اون ناحیه که دندان نداره، اگر ایمپلنت نخواد بذاره باید بیاد، باید در یکی از درمان‌های دندان‌های مجاور تراش داده میشه و اون کش ثابت یا بریج براشون ساخته میشه. خب در این کیس اگر بیمار ایمپلنت بگذاره دیگه این بیمار نیاز به این نداره که دندان‌های مجاورش آسیب بده. دندان‌های مجاور سالم می‌مانند و در محلی که دندان از دست رفته به صورت مستقل ایمپلنت گذاشته میشه و روی ایمپلنت دندان کار گذاشته میشه یا پروتز ایمپلنت کار گذاشته میشه و دیگه آسیب به دندان مجاور نمی‌رسه. این کیس اول. کیس دوم، بیماری رو در نظر بگیری که در یک کوادرانت فکی، در یک رکب فکی، حالا بالا چپ و راست یا پایین چپ و راست 6 تا یا 7 تا دندون خودش رو حالا به خاطر پوسیدگی یا به خاطر تصادف یا هر چیز دیگه از دست داده. خب درسته، این بیماری که 6 تا یا 7 تا دندونش رو در یک کوادرانت از دست داده، خب جراح، دندان پزشک، متخصصین میان در این ناحیه با قرار دادن برای مثال 3 یا 4 تا ایمپلنت 6 یا 7 تا روکش رو دندون رو به این بیمار تحویل میده. این یک کیس هست. کیس سوم، بیمارانی هستند که به هر دلیلی همه دندان‌های خود را از دست دادن و به ناچار از پروتزهای متحرک استفاده می‌کنند. خب استفاده کردن از پروتزهای متحرک دردسرهای خاص خودش رو برای بیماران داره، از قبیل تحلیل لثه، تحلیل ریج استخوان، از قبیل لقی که بعد از مدتی ممکنه ایجاد بشه، فانکشنی که این دندان ها دارن به مراتب خیلی خیلی پایین تر از فانکشن های این پلن هستن، نیرویی که در هنگام جنیدن به غذا وارد میشه و قدرتی که در جنیدن دارن خیلی پایین هستن. درش خب این افراد میخوان استفاده کنن از درمان این پلن. یکی از این درمان هایی که میشه برای این افراد استفاده کرد و اینها این لقی رو جلوشون بگیرن و استابیلیتی بیشتری به این پروتز ها بدن، استفاده از حداقل مثلا 2 واحد ایمپلنت در فک پایین و گذاشتن این پروتز های متحرک مخصوص که به نام اوبردنچر شناخته میشن روی این ایمپلنت ها و پروتز های متحرک متکی بر ایمپلنت استفاده کنن. خب این پس این افراد دیگه جلوی اون حرکت های جالبی یا لقی ها یا به قول معروف یه ثبات و پایداری خاصی به اون پروتز های متحرک. کیس 4 رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، افرادی هستن که مثل کیس 3 تمامی دندان های خود رو از دست دادن
و پروتز متحرک استفاده میکنم و الان دیگه اصلا از پروتز متحرک زده شدم و نمیخوام دیگه پروتز متحرک استفاده کنم و میخوام برگردم به دورانی که پروتزهای ثابت داشتن، مثل بنده، مثل شما، مثل خیلی از انسان‌ها. اینا میخوام پروتزهای ثابت داخل دهانشون باشه، دندانهای ثابت داشته باشن، پروتزهای ثابت داشته باشن. برای این افراد پزشکان و تیم پزشکی میاد یک سری تعداد ایمپلنتی که طبق پروتکل و اصول درمانی evidence based dentistry در فک بالا و در فک پایین قرار میدن و روی این ایمپلنت ها از پروتز های ثابت استفاده میکنن که این افراد میتونن پروتز های ثابت متکی بر ایمپلنتشون باشون زندگی کنن، لایف استایلشون بسیار در حد قابل چشمگیری رشد خواهد کرد، از لحاظ روحیه، از لحاظ فانکشن، کیفیت جویدن به قدری اینها تغییر خواهد کرد که برای خود بیمار قابل محسوسه برای مدت اندکی. این مزایای ایمپلنت بود که من سعی کردم تو 4 تا کیس بگم. کیس ها بسیار متعدد هستن، به خاطر زیر وقت من این 4 تا کیس خلاصه کردم که هم قابل فهم برای فهم راحت برای بیماران باشن و هم دوستانی که میخوان اطلاعاتی در این زمینه داشته باشن. خیلی ممنون. سوال بعدی اینه که میزان موفقیت در ایمپلنت به چه مواردی بستگی داره؟ ببینید امروزه میزان موفقیت ایمپلنت بیشتر از 95% گزارش و واقعیت امین هستش که این درصد امیدوار کننده هست، درصدی هستش که نشون دهنده این هست که چقدر تحقیقات وسیع در این زمینه انجام گرفته و در حال انجام گرفتن هست و روز به روز هم چقدر این درصد موفقیت بیشتر و بیشتر میشه. اما در کل اگر بخوایم خیلی علمی به داستان نگاه کنیم، 4 تا مورد هست که در موفقیت ایمپلنت خیلی تاثیر داره. یکی بیمار هست، یکی پزشک یا دندان پزشک هست، یکی خود ایمپلنت هست و یکی مراقبت های بعد از جراحی یا در اتمام درمون هست. خب من اینا دونه به دونه سعی میکنم خیلی خلاصه بار در باید صحبت. بیمار کسی که کیس انتخاب میشه برای جراحی ایمپلنت، همونجوری که در عرایز قبلی خدمت گفتم، باید شرایط دار گذاشتن ایمپلنت رو داشته باشه، یعنی دیابتش کنترل نشده است بره دیابتش رو کنترل بکنه این بیمار. بیمارانی که اخیراً رادیوتراپی کردن حتما باید این مدت زمان معین رو که خود پزشکشون بهشون میگه باید صبر بکنن که این مدت بگذره. بیمارایی که اخیراً آنفارکت قلبی کردن یا بیمارایی که دستگاه ایمنیشون ضعیف شده، اینا بیماری هستن که اول باید درباره این بیماری ها پزشک بررسی لازم رو انجام بده، بعد جراحی انجام. مورد دوم دندان پزشک، جراح دندان پزشک و متخصصینی هستن که ایمپلنت رو انجام میدن. ببینید افرادی که ایمپلنت رو انجام میدن، هر جراحی که ایمپلنت، حتما باید دارای مهارت کافی، دارای تجربه کافی و حتما باید دوره های تکمیلی این ایمپلنت رو بگذرونن که بتونن این درمان رو انجام بدن و این درمان موفقیت آمیز باشه. این یک مورد درباره دندان پزشکا و متخصصین و پزشکانی که این در جراحی رو انجام میدن. و مسئله دیگه که این پزشک باید تمامی فاکتورهای دهان و دندانی رو به خوبی معاینه بکنه، بیماری های سیستمی که بیمار رو معاینه بکنه و کل داستان رو ارزیابی بکنه و شروع به عمل جراحی. مورد سوم ایمپلنت هست. ببینید امروزه شرکت ها و سازنده های متعددی از ایمپلنت هر روز وارد این مارکتینگ بزرگ ایمپلنت میشن. ما هر روزه شاهد این هستیم که کشورهای متعدد، سازنده های متعدد انواع اقسام ایمپلنت ها رو به بازار ارائه میدن. طبیعتا هر سازنده ای با توجه به اون زمینه ای که در ایمپلنت بیشتر مورد توجه قرار داره، بیشتر اون قسمت تبلیغات خودشون رو انجام میدن. اما در نهایت این پزشک هست که با توجه به بودجه بیمار
با توجه به وضعیت مالی بیمار، با توجه به شرایط استخوانی بیمار، با توجه به شرایط فکی و دهان و دندانی بیمار، سیستم مناسب رو انتخاب میکنه و به بیمار معرفی میکنه. به صورت یک فکت کلی اگر بخوایم بگیم، ایمپلنتی خوبه که بیشترین درصد اتصال مستقیم استخوان ایمپلنت بینش که اتفاق بیفته، یعنی درصد آسو اینتگریشنی که در سطوح ایمپلنت انجام میگیره بیشترین حد باشه و کمترین میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت رو داشته باشه در نماز مدت. و فاکتور چهارم در موفقیت مراقبت های بعد از جراحی ایمپلنت هست. بیماران زیادی رو من در کلینیک های مختلف دیدم زحمت میکشن ایمپلنت روش ایمپلنت براشون انجام میشه، پزشک ایمپلنت انجام میشه، ولی برای باور هستن که روزی که ایمپلنت انجام میدن و از کلینیک دندان پزشکی یا از بیمارستان یا از مطب مرخص میشن و دیگه فکر میکنن که دیگه نباید برگردن. اصلا اینجوری نیست. ایمپلنت ها نیاز به مراقبت دارن، ایمپلنت ها نیاز به بهداشت قوی دهان و دندان دارن. بیمارانی که ایمپلنت میذارن باید مراقب پوسیدگی های دهانشون باشن، مراقب جرم دندان های اطراف ایمپلنت باشن، چون اگر بهداشت دهان و دندان نباشد، اگر این جرم ها در دهان زیاد باشد، اگر بیتوجهی بیمار به ایمپلنت به قدری باشه که اصلا بهداشت رو رعایت نکنه یا به دندان پزشک خود ویزیت نکنه، هر چند ماه، هر سال یک بار، شش ماه یک بار، دو سال یک بار مراجعه نکنه و فالوآپ نکنه، اگر این ریسک ها باشه قطعاً ایمپلنت با این شرایط محکوم است به شکست. پس کسی که ایمپلنت انجام میده باید فکر کنه که دندون واقعی و همون مراقبت هایی که برای یک دندون واقعی انجام میشه رو انجام بده. 100% سوال بعد اینه که کاشت ایمپلنت به چه صورته و چه مدت زمانی لازمه برای کاشتش؟ ببینید، کاشت جراحی ایمپلنت در مطب دندان پزشکی میتونه انجام بشه، در کلینیک های دندان پزشکی انجام میشن. حالا بعضی از بیمارانی هستن که به خاطر جراحی وسیع‌تر استخوان نیاز به بیهوشی دارن، فول ماسک میخوان کار بکنن به هر عنوانی و به بیمارستان منتقل شدن بیهوشی دیگه. ولی در کل ایمپلنت در مطب قابل انجام هست، زیر بی‌حسی موضعی انجام میگیره، بیمار به هیچ عنوان دردی احساس نمیکنه در طول پروسه جراحی. جراحی یک جراحی هستش که تا از نیم ساعت تا یک ساعت، یک ساعت ممکنه به طول بی انجامه. ایمپلنت رو جراحی میکنه، جراحی میکنه پزشک مورد نظر داخل فک بیمار و بعد از گذشتن یک فاصله زمانی معینی در قسمت‌های از فک، حالا یک تایم خاصی داره، وارد مرحله پروتز میشه و بعد از جراحی یا قبل از جراحی پزشک برای کنترل حالا درد، کنترل عفونت، ممکنه یه سری داروها و مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌هایی رو به بیمارا تجویز بکنه که بیمارا باید مصرف کنه. مرسی. میشه یه توضیح هم در رابطه با عوارض جراحی ایمپلنت هم بدین؟ ببینید، هر جراحی در پزشکی در هر نقطه‌ای از بدن یک عوارض خودش رو داره. حالا در حیطه ایمپلنت اگر بخوایم صحبت کنیم، عوارض زیاد عوارض بد آنچنانی نیست، مثل تورم و درد. خب این یک عارضه‌ای که بعد از جراحی ایمپلنت اتفاق میفته، اما پزشکان محترم و جراحان محترم به راحتی با مسکن‌ها و با داروها که برای بیمار تجویز میکنن این عوارض کاملا قابل کنترل هست و هیچ جای نگرانی برای بیمار رو نداره. درسته. سوال بعد اینه که نقش ایمپلنت در حفظ استخوان فک چیه؟ سوال خیلی خوبی پرسیدید، خیلی سوال خوبی پرسیدید. از این جهت که باید بگم، ببینید، و
وقتی یک دندان از دست میره اکثر آدم ها فکر میکنن خب یک دندان از دست رفت، یک دندان کسیده، خب تمام شد رفت. نه، از آن زمان که دندان از دست میره وارد مرحله از دست رفتن استخوان فک میشه. یعنی شما وقتی دندانی رو از فک خارج میکنید وارد مرحله میشید که ما بونلاس داریم، یعنی تحلیل استخوان داریم. در سالهای اول حالا بیشتر در فرمهای مختلف در قسمتهایی از فک میره، حالا وارد مرحله خیلی پیچیده‌اش نمیشیم، فقط تا اینجا ببینید که بعد از دست دادن استخوان ما، بعد از دست دادن دندان متعاقب از دست دادن استخوان داریم. خب حالا وقتی استخوان فک از دست بره متعاقبا تمام ماسل هایی که رو صورت هستن، میمیک صورت و چهره ظاهری فرد هم تحت تاثیر قرار داده میشه. اینجوری نیستش که شما یک دندانی رو از شما در نظر بگیرید فردی دندان های گدامی بالا و پایینش رو از دست داده یا فردی تمام دندان گدامی بالاش از دست داده و هیچ حرکتی هم برای گذاشتن ایمپلنت یا درمانی دیگه انجام نداره. خب چه اتفاقی میفته؟ اول اتفاقی که میفته تحلیل استخوان داره. پشتوند تحلیل استخوان فرو رفتگی لب بالا داره. و در همین هنگام اتفاق میفته خطوط چروک که در دور حفره اورال کویتی هستش و افزایش سن رو به بیمار میده، ظاهر بیمار ظاهر خسته خواهد بود و به قدرت میشه گفتش که ظاهر بیمار تأثیر مستقیمی از وجود دندانهای و استخوانهای فک بوده. ولی این پلنت وقتی جایگزین دندان از دست رفته میشه و نقش این ریشه رو اینجا بازی میکنه در فک، در نتیجه ما دیگه تحلیل استخوان نداریم و متعاقبا ظاهر افراد هم تحت تأثیر تحلیل استخوان قرار نمیگیره. خیلی هم خوب. سوالی که از اینه که آیا کسی که عفونت لثه داره میتونه کار ایمپلنت رو انجام بده؟ این سوال یک سوال خیلی خیلی وسیع هست. درسته. که من فقط اگر بخوام خیلی خلاصه وار خدمت رو از کنم، ببینید ما خیلی از بیماران هر اتفاقی برای دهان و دندانشون میفته، حتی ممکنه یه پوسیدگی ساده، یه فود ایمپکشن در دندانهای این بیمار باشه، اون تو اون دایی که گیر غذایی هست باعث بوی بد دهان بشه و بیمار به مطب مراجعه کنه بگه لثه های من هم عفونت کرده. ببینید کلمه عفونت نباید به راحتی استفاده بشه در اورال کویتی در دایی دهان و دندان. این باید حتما توسط پزشکان، توسط متخصصین نظر داده بشه بهش، توسط عکس رادیوگرافی که بیمار میگیره، توسط معایناتی که در مطب توسط پزشک در پزشک انجام میشه. چیزی که هستش وقتی ما میگیم بیمار عفونت داره، اول باید ببینیم اصلا این بیمار عفونت داره یا نه، اصلا این عفونت هست یا خیر. اگر عفونت هست آیا سورس این عفونت دندانی است یا خیر، اگر دندانی نیست استخوانی هست یا خیر. همه اینها مورد بررسی برای باید قرار بگیره، درمان باید انجام بشه و بعد این پلن داشته بشه. ولی به صورت یک قانون کلی طبیعتا در ناحیه اگر بیماری عفونت داشته باشه، اگر استخوانی عفونت داشته باشه، طبیعتا هیچ جراحی در ناحیه عفونی این پلن کار نمیذاره. اول از همه جراح محترم، دندانپزشک محترم میاد ناحیه عفونی رو بررسی میکنه، سورس رو پیدا میکنه، درمان انجام میگیره و بعد از اون جراحی این پلن انجام قابل انجام. چون در رابطه با عفونت صحبت کردیم، یه سوالی که فکر کنم سوال بینندگان بود میخوام ازتون بپرسم. آقای پرسیده بودن که عفونت لثه دارن، اگر دندونهاشون رو بکشن مشکل عفونت لثه‌شون برطرف میشه یا اینکه نه باید ریشه عفونت حتما بررسی بشه؟ خب من دوباره یه فلش بک میزنم به پاسخی که تو سوال قبلی بهتون دادم. ببینید این بیمار حتما باید حضوری معاینه بشه، عکس رادیوگرافی دیده بشه، منبع ایمپلنت، منبع عفونت شناسایی بشه، اگر منبع استخوانی هست، اگر منبع دندانی هست، از چه سورسی عفونت وارد شده، علت عفونت چی بوده، اون عفونت در بر این نیستش که هر کسی دندونش عفونت کرده یا لثه‌اش عفونت کرده دندونش بگیره. خیر، هدف ما، هدف پزشکان حفظ دندان در دهان هست، حفظ این حالت هست. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که دندان‌ها رو حفظ کنیم. بعضی موقع متاسفانه در این هم موفق نمیشیم،
یعنی عفونت به قدری زیاد هست، به قدری عفونت محمد که اصلا دیگه نه استخوانی مانده نه چیزی مانده و یک دندانی با یه موبیلیتی گرید بالا هست و چاره‌ای نداریم با چه کشیدن. ولی اینکه هر دندانی هر لثه عفونت کرده، هر فک عفونت کرده، دندان باید کشیده بشه کنم اینجور نخیر، حتما باید معاینه بشه، سورس پیدا بشه، بعد از پیدا کردن سورس درمان انجام میگیره و در خیلی خیلی از کیسا نیاز به کشیدن دندان نیست و پزشکان محترم میتونن با درمانهایی که انجام میدن درمان رو حفظ کنن و در بعضی از کیس هم نخیر دندان رو نمیشه حفظ کرد و باید دندان کشیده بشه و وارد مرحله جایگزینی دندان بشه. خیلی هم خوب، مرسی از جوابگوییتون. اگر مایل باشین یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم با سوالات بینندگان. من هستم خدمت شما، متشکرم. بینندگان عزیز یه سری با تو فرمان میزنه، ما برمیگردیم. امیدوارم تا این لحظه از این برنامه لذت برده باشید. آقای دکتر، سوال بعدی در رابطه با پیوند استخوان و جراحی سینوس لیفته، یه توضیح در این زمینه میدین؟ ببینید، پیوند استخوان و جراحی سینوس لیفت جراحی هایی هستند، روش هایی هستند، روش های تکمیلی هستند که در کنار جراحی ایمپلنت در بعضی از شرایط، در بعضی از شرایط فکی باید انجام بشن. برای همین سینوس لیفت، ببینید، بیمارانی که در فک بالا، در خلف فک بالا دندانهای خودشون از دست میدن و اقدام نمی کنن به زودی برای جایگزینی دندان، بعد از یه مدت سینوس در فک بالا دوماتیزه میشه، به قول معروف عامیانه تر شما فکر میسید باد کنه که باد بکنه، تحلیل استخوان داخلی از داخل سینوس داریم و فضای استخوانی که ما باید ایمپلنت رو داخلش بذاریم کمی. در این شرایط جراح باید یک فضای مناسبی رو پیدا بکنه برای گذاشتن ایمپلنت. در این شرایط جراح موظف هست سیکف سینوس رو تا حدی که مجاز هست بالا ببره، حالا به صورت تکنیک هایی که اوپن تکنیک یا کلوز تکنیک سینوس لیفت انجام میشه. این سینوس لیفت وقتی انجام میشه طول مدتی که این پلن در درون فک هم میخواد قرار بگیره بیشتره. اگه برای مثال مثلا قرار باشه 3 ماه در حالت عادی بمونه، باید 5 ماه بمونه، باید 6 ماه بمونه تا این جراحی سینوس لیفت درمانش تموم بشه. درباره پودر استخوان یا پیوند استخوان، ببینید در بعضی از فک ها، میتونم بگم در اکثر فک ها، بیماران دندان‌هاشون که از دست میدن، همونجوری که من در یکی از سوالاتون پاسخ دادم، استخوان بیمار از دست میده. یکی از راههایی که جراحان انجام میدن پیوند استخوان هست. این پیوند استخوان یا پیوند از خود فرد به فرد هست، یا پیوند از فرد دیگه به فرد هست، یا از صنعتی هست، یا حالا که کلاس‌های مختلف پیوند استخوان دارن که جراح با تکنیک‌های خودشون با سلاطین خودشون انجام میدن. ولی در نهایت اصل داستان پیوند استخوان هست برای بازسازی استخوان و رسیدن به یک استخوان مناسب برای قرار دادن ایمپلنت. پس بیمارانی که ایمپلنت انجام میدن، بعضی از موقع بیمار در جراحی ممکنه نیم ساعت جراحیش تموم بشه طول بکشه و بعضی موقع جراحی ممکنه 1 ساعت طول بکشه، 1 ساعت و نیم طول بکشه. این به خاطر همون جراحی جانبی هست، همون پیوندهای استخوان، پیوندهای لثه و همون پیوند، همون بالا بردن کف سینوس یا سینوس لیف یا در فک پایین نرو پوزیشنی، همه اینها جراحی هستن که بعضی مواقع جراحا در جراحی و عمل ایمپلنت مجبور هستن که انجام. درسته. من 2 تا سوال ازتون میپرسم و بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیرم. سوال بعدی اینه که خانم 60 ساله پرسیدن که پدرشون کلیه دندوناشون رو از دست دادن و از دندون مصنوعی استفاده میکنن. الان میتونن کلیه دندوناشون رو ایمپلنت کنن و چه مدت زمانی طول میکشه؟ خانومی 60 ساله پدرشون دندون از دست دادن، یا خانومی پدرشون 60 سالشه؟ خانومی پرسیدن که پدرشون 60 سالشه، کلیه دندوناشون رو از دست دادن و الان دندون مصنوعی استفاده میکنن، آیا میتونن این پلن انجام بدن و چه مدت زمان داره؟ قطعا این افراد میتوانن این پلن انجام بدن با اون صحبتهایی که خدمتتون عرض کردم،
پزشکشون بیماری زمینی داره چک میکنه، اگر همه وضعیت ها نرمال بود این بیماران ایمپلنت میتونن بذارن. دو تا انتخاب دارن اگر بخواهی ایمپلنت بذارن: پروتز های متحرک متکی بر ایمپلنت که خدمتتون عرض کردم به چه صورت هست، یکی پروتز های ثابت متکی بر ایمپلنت که این بیمار میتونه استفاده بکنه و لایف استایل خودش رو ببرن بالا و واقعا از این درمان بهره بشه. درسته. و سوال آخری که دارم اینه که خانم 25 ساله پرسیدن که دندونهای فک بالاشون رو کامپوزیت ونیر انجام دادن و الان دندون جلوشون رو یک دونش رو از دست دادن و به ایشون پیشنهاد شده که ایمپلنت انجام بده، ولی ایشون نگران اینن که اگر ایمپلنت انجام بدن ظاهر شبیه کامپوزیت ونیر هست یا نه. اوکی. ببینید خیلی از افراد در سن جوانی اقدام میکنن برای فیکسینگ کامپوزیت ونیر یا لامینت ونیر بر روی دندونهاشون که یک سوالات دریایی از سوالات بکنن هست در رابطه با این زمینه. در این کیس خاص که بیماری کامپوزیت ونیر کرده ولی یکی از دندانهایی که کامپوزیت ونیر شده از دست رفته و ایمپلنت دور میخواد بذاره و فکر میکنم سوالاتو به ایشان که این بیمار ترس از این داره که روکش این پلن آیا ظاهر شبیه کامپوزیت ونیر های کناری خواهد شد یا خیلی باید نگم بله خواهد شد. این پلن انجام میگیره، بعد از گذاشتن این پلن اون یک دندان از دست رفته با استفاده از متد های قالبگیری پلن قالبگیری انجام میگیره و یک روکش ایدئال در گودام به بیمار تحویل داده میشه که فرق آنچنانی نداشته باشه و در بعضی از هیچ فرقی نداره و نگرانی نسبت به زیبایی اصلا نمیخواد داشته باشه این بیمار. درسته. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، میدونم که خیلی سرتون شلوغه، ولی میخوام همینجا جلوی بینندگان ازتون یه قولی بگیرم که یه مبحثی رو بذاریم برای زیبایی و جراحی دندانهای عقل. مرسی. بله چشم، اگر که زبان باشه حتما شده که نه. زیبایی سوالات بسیار بسیار زیاد هست درباره لامینت ونیر و درباره کامپوزیت ونیرها و پیشرفت هایی که در این درمان انجام شده، عوارضی که ممکنه داشته باشن، فوایدی که دارن. در صورت گذر زبان حتما. درسته. اگر صحبت پایانی هست با بینندگان داشته باشید و خدافظی کنید. خیلی متشکرم از شما و همکارانتون و تشکر میکنم از بینندگان محترمتون، کسانی که تماس گرفتن سوال پرسیدن، سوالاشون رو برشون ارسال کرده بودن. تا اونجایی که در توان بود خواستم به صورت خیلی عامیانه، ساده و شفاف پاسخگوی سوالات مربوط به این پلنت باشم و متشکرم از شما. اول مصاحبهمون با دکتر امینرضا چلبیان رو رسیدیم. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید و تونسته باشیم اطلاعات مفیدی در اختیارتون بذاریم. ما همچنان منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما بر روی صفحه فیسبوک، وبسایت و همچنین تلگرام و اینستاگرام شبکه جهانی دریملند هستیم. همچنان میتونید سوالات خودتون رو در زمینه زیبایی و جراحی هم برای ما بفرستید و ما سعی میکنیم در برنامه‌های آتی پاسخگوی اونها باشیم. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.